حقوق کودکان از مطالبات جدایی ناپذیر جنبش کارگری و جنبش های پیشرو اجتماعی. ایلنا خبرگزاری دولتی ایران در تاریخ 21 آذر ماه گزارشی از کودکان کار را منتشر کرد. این خبرگزاری نوشت که کودکان کار همه جا هستند و مردم را به خاطر اینکه بی خیال از کنار آنها می گذرند ملامت کرد. ایلنا به حکومت گوشزد نمود که پدیده کودکان کار به معضلی اجتماعی تبدیل شده و اگر فکری به حال آنان نکنند مسئله به صورت فاجعه در خواهد آمد. این خبرگزاری نوشت که کودکان کار عمدتاً در سنین 6 تا 12 سال هستند. از نظر ایلنا آنها محرومان از تحصیلی هستند که از آموزش، بهداشت، امنیت، تغذیه، بازی و برابری در برخورداری از نیازهای سنی خود محروم ماندند. ایلنا بدون اینکه اشاره‌ای به نقش سیستم اسلامی سرمایه در به وجود آوردن کودکان کار بنماید، والدین و کارفرمایان بهره‌کش را عامل اعمال ستم و استثمار بر آنها به شمار می‌آورد. این خبرگزاری به این ترتیب به ما می‌گوید که گویا کارفرمایان غیر بهره‌کش هم داریم. ایلنا فقط آنجا از عوامل حکومتی سخن به میان می آورد تا بگوید وظایف ارگانهای حکومتی نظیر بهزیستی، شهرداریها و پلیس به طرزی دقیق تعریف نشده و بازرسان کار هم برای انجام وظایف خود آموزش کافی ندیدند. در غیر این صورت همه چیز بر وقف مراد می بود. آنچه اینا یک معضل اجتماعی می‌خواند و می‌رود که به صورت فاجعه درآید، مشکل ویرانگر میلیون‌ها کودک ایرانی و افغانستانی است که اکثریت تامشان از خانواده‌های کارگری هستند. معضلات این کودکان دختر و پسر فقط این نیست که از آموزش، بهداشت، امنیت، تغذیه، بازی و برابری در برخورداری از نیازهای سنی خود محروم ماندند. آنها به وسیله باندهای جنایتکار به فروش مواد مخدر، دزدی و گدایی مجبور می شوند. بخشی از آنان و مخصوصاً دخترانشان در عشرتکده‌های مورد استفاده ثروتمندان و صاحبان سرمایه به کار گرفته شده و یا به شیوخ کاخنشین در کشورهای خلیج فروخته می شوند. آنها بخشاً برای استفاده از ارگانهای بدنشان به باندهای جنایتکار فروخته می شوند. این امر بر اساس معیارهای بورژوایی هم یک فاجعه تکان دهنده است و نه صرفاً یک معضل اجتماعی. فاجعه بار بودن وضعیت این کودکان و والدینشان محصول نظام اسلامی سرمایه در ایران بوده و سوء استفاده از این میلیون ها کودک در مقیاسی وسیع فقط با مشارکت و سهم‌بری مقامات و ماموران جمهوری اسلامی ممکن است. این واقعیت اخیراً دقیقاً همان چیزی است که ایلنا به دلیل موقعیت سیاسی و عملکرد طبقاتیش آن را از کاربرانش مخفی می کند. همانطور که ایلنا هم تأکید کرده، دولت مردان کابینه روحانی هم مثل کابینه های احمدی نژاد آمار کودکان کار را پخش نمی کند. چون همین امر برای اثبات شکست جمهوری اسلامی در ایجاد یک جامعه عادی بورژوایی هم کافی است. بعضی کارشناسان با استفاده از آمارهای وزارت بهداشت، پلیس و آموزش و پرورش کودکان کار را 3 میلیون تخمین زدند. اما سازمان جهانی کار در سال 1389 تعداد این کودکان در ایران را 5 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرد. با در نظر گرفتن 7 میلیون کودک محروم از تحصیل، آمار سازمان جهانی کار به واقعیت نزدیک است. به این تعداد باید صدها هزار کودک کار و محروم افغانستانی را هم اضافه کرد. کودکان کار محصول جامعه طبقاتی و در دوره ما جامعه سرمایه داری است. کودک کار ارزان، مطیع و بدون دفاع است. در هر کشوری آنها به اندازه قدرت سازمانی و اجتماعی طبقه کار قانوناً و عملاً محافظت شده هستند. اهمیت کار کودکان ابتدا در انگلستان قرن 19 توسط سرمایه‌داران شناخته شد. صنعت اصلی سرمایه‌داران انگلیسی در آن زمان نساجی بود. انگشتان نازک کودکان کار برای گره زدن نخهای پاره شده بیشترین سرعت و انعطاف را داشت. بدنهای منعطف و کوچکشان به آنها اجازه داد تا خود را دلای ماشین‌ها بچپانند و آنها را تمیز کنند.
سرمایه‌داران که جز بردن سود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند، گاه از این کودکان روزانه 18 ساعت کار می‌کشیدند. حتی اتفاق می‌افتاد که آن کودکان معصوم گاه 48 ساعت مستمر به کار کشیده می‌شدند. میزان و عمق توحش سرمایه‌داران در این عرصه بهتر از هر جای دیگر نمایان شد. کارگران در غرب از آن روز تا امروز علیه این توحش جنگیدند. دستاوردهای آن مبارزات سبب شد تا در کشورهای توسعه یافته صنعتی قوانینی به نفع کودکان تصویب شود و سازمانها و بازرسانی برای دفاع از حقوق آنها به وجود آید. در این پروسه سنن و فرهنگ محافظت از کودکان و احترام به حقوق آنها نیز شکل گرفت. گرچه بحران اخیر سرمایه داری تا حدودی به کودکان کار در غرب نیز لطمه زده، اما هنوز تفاوت وضع کودکان در آنجا با کودکان بومی و افغانستانی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بسیار است. لازم از کارگران پیشرو ایران که همیشه دفاع از حقوق کودکان کارگر ایرانی و افغانستانی را وظیفه خود شمردن، از مبارزات همطبقه‌ای های خود در غرب الهام بگیرند. سرمایه داران دولتی و خصوصی در ایران در 3 دهه اخیر اوضاع معیشتی و شرایط کاری وحشتناکی را در سایه استبداد هار به کارگران تحمیل کردند. وجود ده‌ها میلیون انسان به فقر رانده شده و اسیر اعتیاد گشته محصول سیستم اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است. این مصائب و این سیستم حکومتی و اقتصادی از عوامل اصلی به وجود آمدن کودکان کار هستند. نباید اجازه داد خبرگزاری ایلنا و امثال آن خاک بر چشم کارگران بپاشد و این حقایق را از آنها بپوشاند. کودکان باید کودکی کنند و در برابر هر گونه مغشوی مذهبی و ایدئولوژیک از آنها محافظت شود. کودکان نه تنها باید از هر گونه آزار و پرداختن به کار مزدی آزاد باشند، بلکه باید در شرایطی کاملا انسانی و تحت حمایت کامل جامعه زندگی کنند. استفاده از بازی، آموزش و بهداشت رایگان حق مسلم کودکان است. آنها باید در رفاه و آرامش طوری بارایند که خلاقیت‌هایشان شکوفا شود. اما جمهوری اسلامی نمی خواهد و نه بنابه ماهیت خود می تواند داوطلبانه در چنین جهتی گام بردارد. تحقق این خواسته ها به گسترش جنبش های پیشرو اجتماعی و در رأس آنها جنبش کارگری گره خورده است. مطالبات مربوط به حقوق کودکان می تواند و ضروری است به بخش جدایی ناپذیر از مطالبات سراسری و رادیکال کارگران تبدیل شود.